بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو امروز هم برنامه روشنا را تقدیم میکنیم به همه شما عزیزان بیننده، شما هم وطنان گله. امیدوار هستم که جور و سعادتمن باشین و الهی که دلهایتان پر از مهربانی و محبت و دوستی باشه و روحتان سرشار از آرامش و زندگیتان پر از رزق و روزی و توکل به خدای بزرگ باشه. امیدوار هستم جور سعادتمند باشین، بیننده برنامه روشنا هستین. امروز هم با دنیای از صفا و صمیمیتی که برای یک یک شما عزیزان از خدای بزرگ آرزومند هستیم، همراه شما عزیزان هستیم و تا آخرین لحظات ما را همراهی کنین. برنامه روشنا از شبکه جانی هادی بخش فارسی دری تقدیم نگاه های همه شما عزیزان میشم و امروز هم همراه با ما و برنامه روشنا همراه باشین و در ضمن شما برنامه ما لایف و زنده است. شما میتونید با ما در ارتباط باشین. نمبر واتساپی که زنویس میکنن برای شما عزیزان، میتونید از این طریق با ما در ارتباط باشین. سوالات، پیشنهاد، انتقاد، هر صحبتی که دارین ما پذیرا هستیم و خوش میشیم که با ما در ارتباط باشین. و امروز هم میخوایم نسبت به یک موضوع بسیار خوب با شما عزیزان و شما والدین آگاه صحبت کنیم. شما عزیزانی که همیشه دوست دارین زندگیتان آگاهانه پیش بره و برنامه‌های روشنا رو همیشه تعقیب میکنین و میبینین. امروز هم خواهر خوب ما خانم حسینی رو در استودیو داریم و صحبت و گفتگو رو با ایشان آغاز میکنیم و در شروع برنامه یک سلام گرم هم تقدیمشان میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، من هم خدمت شما سلام عرض میکنم، همچنین خدمت بینندگان، والدین، مراقبان و معلمان عزیزمون. همچنین آغاز سال تحصیلی که ماهی پر از شور، هیجان و ماه ربیع الاول که اعیاد بزرگی هست، انشاءالله که این ماه و این سال به شادی، امنیت و آرامش برای همه ختم شود. تشکر و سپاسگزار از خواهر خوما و خانم حسینی عزیز. و یک موضوعی که ما امروز میخواییم گفتگو صحبت کنیم، وقتی که از استراب یادآوری میکنیم، شاید شما عزیزان در ذهنتان استراب هایی که در زندگی به صورت موقتی زودگذر و یا خدای نکرده دائم پیش میاید در ذهنتان بیایم یاله، شاید بگوین که بله ما تشویش داشته، ما نگرانی داریم و یک احساس ناخوشایند شاید در زندگی داشته باشین که همه اینها ناشی از استراب و استرس ها هست. و اما میایم خاص‌تر صحبت میکنیم، استراب جدایی در کودکان. شما کودکان عزیزی که در منزل هستین و شما والدین عزیزی که کودک در منزل دارین، حتما امروز بیننده برنامه باشین و خانم حسینی عزیز را میخواییم که بگوییم که در رابطه با این موضوع با ما گفتگو کنن. خانم رضایی، وقتی میگیم خانم حسینی، وقتی میگیم که استراب در جدایی کودکان، این استراب یک بحث گسترده داره، ولی خب ما میخواییم امروز در رابطه با جدایی در کودکان صحبت کنیم. وقتی که میگیم جدایی در کودکان، این کمک خاص‌تر میشه موضوعش. پس یک تعریف برای ما از این موضوع داشته باشیم. بله، همونطور که آغاز خوبی شما انجام دادین، ما انسان هستیم و کلن استراب و استرس جزء شاید فرایند روزانه زندگی ما باشه که باش روبرو میشیم. اما استراب جدایی کودکان، همونطور که از نامش برمیاد، خود استراب همراه کودک و ای که جدا شوه از یک کسی که نسبت امنی با او داره، مثل والدینش، مثل مراقبانش، مثل پرستارش و یک عزیزی که وابستگی عاطفی و روانی به او داره و ترس بیش از حد از این داشته باشه که از او جدا میشه یا او ممکنه برای او اتفاق بیفته، که البته خود استراب جدایی جزء فرایند رشدی و طبیعی هست در نوزادان تا سنین از 6 ماهگی یا 5 ماهگی شروع میشه تا 18 ماهگی، که یک امر بسیار طبیعی است که وقتی طفل در آغوش مادر است، اگر بخواد از او جدا شوه و بله، به تابانه طفل بله ما گریه بکنه. پس نتیجه بر این گرفتیم و تعریف به این قسمت ما رساندیم که گفتیم که ترس جدایی کودکان و استراب جدایی کودکان، یعنی وقت بسیار وقتها هستن که کودکان استرس دارن، استراب دارن از جدایی. حالا این جدایی چی میتونه باشه؟ جدایی از والدین میتونه باشه، جدایی از مادر میتونه باشه،
و این جدایی میتونه بسیار چیزها و موارد خاص دیگه ای باشه که این میتونه استرس و استراب را برای کودکان ما ایجاد کنن. شاید شما مادر عزیز این استرس و استراب را در کودکانتان دیده باشین و حتما در کودکان وجود داره، درسته بله خانم بله یاسمین؟ گفتیم که تا 18 ماهگی که یک امر طبیعی است، بله. اما اگر استراب جدایی از او مرحله رشدی خودش خارج شود، یعنی قبل از سن زیر 12 سال باشه، یعنی تا 11 سال، از امو 5-6 سال که شروع شود، درست. تا 11 سال طفل ما بیش از حد نگرانی باشه، بیش از حد ناراحتی داشته باشه، بیش از حد ای که ممکنه از والدین خود جدا شوه و ای میشه اضطراب جدایی که نیاز به درمان داره و گاهی هم ممکنه به مرور زمان کاهش پیدا بکنه با یک سری عوامل هایی که تاثیرگذار هست، اما اگر ای ادامه پیدا کرد نیاز به درمان و پیگیری والدین داره و همچنین مراقبان و حتی معلمان که در مدرسه شاهد هستند. پس در ماهای اولیه هیچ مهم نیست که اگر که این استرس و اضطراب کودکان داشته باشه، حالت طبیعی بسیار طبیعی است که یک طفل خب مادر خودش خارج شه و از خانه یا فاصله زمانی طولانی باشه، خب گریه میکنه تا او طفل است، اما اگر گفتیم به او سنین 6 سال 7 سال تا 11 سال رسید و این نگران بسیار بیقرار شد، بسیار بیتابش میکنه و ای که یک چیز غیر طبیعی است و عمل کرده نشان میده که در رفتارش، در ای که ممکنه امتناع بکنه از رفتن به مکتبش، از رفتن به کودکستان و ای که حتی گاهی والدین یک مسیر بسیار کوتاهی را هم خارج شد و از خانه، ای طفل بسیار بیقراری، بیتابی و نگرانی بیش از حد داره. خانم حسینی، ای از همون طفولیت باقی میماند تا به اون سن، یا ای که نه امکانش است که در شروع اولیه زندگیش این مشکل نداشته باشه و دفعتا در سن 5 و 6 سالگی گپ برش پیش بیه، تو میشه یا ای که نه از همون 7 ماهگی 8 ماهگی که در ذهن از او وجود داشته او همونطور ادامه پیدا کرده تا به سن 5 سالگی و 6 سالگی رسیده؟ از 5 سالگی و 6 سالگی شروع میشه این استراب که باز بستگی به یک سری عواملی داره، بله. که چیزی باعث میشه که این استرابی که خب یک استرس که شاید طبیعی باشه که همه ما تجربه میکنیم و کودکان ما، اما اگر این استراب بسیار شدید باشه خب یک سری عواملی تاثیرگذار بوده و ریشه یابی شوه که اگر درمان نشه باز به نوجوانی کشیده میشه، باز نوجوانی هم به بزرگسالی کشیده میشه که ما بسیار درصد کمی داریم بزرگسالانی که اضطراب جدایی داره و همچنین نوجوانان ما درسته. که درصدش بسیار کمتر است و اما در کودکان شیوعش بسیار بسیار بالاست. بله، خب بهتر است که در چه سنی یا در چه مواقعی درمان شوه؟ حالا خب ما درمان از اون رو میپردازیم در آخر، حالا بخواییم علائم و عوامل و زور رو بپردازیم، ولی خب در اینجا چون سنی رو شما گفتین، بهترین زمان درمان ای در چه سنی میتونه باشه؟ همیشه ما درمان را از سن طفولیت، از زمانی که احساس کردیم و تشخیص داده شد و از طریق تخصصی که فرزند ما به یک اختلالی دچار هست، اگر در دوران طفولیت و همون دوره زمانی که این اختلال را داره تجربه میکنه درمان شود، خب قطعا درمان شده، اما اگر درمان نشود در دوره نوجوانی کشیده میشه که یک سری آسیب ها و عوارضی داره و باید در دوره نوجوانی درمان شود، و اگر به بزرگسالی کشیده شود خب درمان قطعا شاید صورت بگیره اما بسیار برهه زمانی طولانی رو میطلبه و درمان سخت‌تر خواهد شد. بله، خب آره، علائم و نشانه هایش چی هست؟ بله. بسیار از مادران عزیز ما امیال کنجکاو شدن که خب مال کودک دارم در خانه، آیا گرفتار هست نیست؟ گرفتار. چه قسم مسئله؟ بله، خب این علائم و خب، عواملش عواملش میگیم، بله. گفتیم هر چیزی که یک نقطه شروعی داشته باشه یک سری عواملی تاثیرگذار هست. در اضطراب اجتماعی هم اول بحث خانواده است که من همیشه تاکید میکنم که خانواده بنیاد اولیه و ریشه اولی انسانسازی است که یک انسانی در او ساخته میشه و به جامعه تحویل داده میشه. اختلاف های والدین ممکنه باعث ترس و اضطراب شود و ای که ای اختلاف ها خب شاید قطعا ادامه پیدا بکنه و به طلاق منجر شود. طلاق یکی از والدین که قطعا باعث جداییشون میشه که طفل ممکنه با مادر زندگی بکنه یا با پدر، ای باعث اضطراب جدایی ای طفل شده.
گاهی هم عوامل ژنتیکی و توارث تاثیرگذار هست. اگر این استراب جدایی مادر داشته باشه، پدر داشته باشه، یک از نزدیکان داشته باشه، خب این هم تاثیرگذار هست. گاهی انتقال پیدا میکنه. گاهی استراب های بیش از حد والد. من میگم اگر مادری وسواس داشته باشه، یک مادری مضطرب باشه، ناخودآگاه استراب به طفل خود انتقال میکنه و اکثرا اطفالی که دچار یک اختلال درصد بسیار بیشترش ایست که والدینی دارای اختلال داشته، پس این هم میتونه بسیار تاثیرگذار باشه. گاهی مهاجرت ممکنه به یک دلیلی به بنای تحصیلی باشه، شغلی باشه، یک از والدین یا عزیزی که از طفل ما مراقبت میکنه موقعیت مکانی را ترک کرده باشه و برنگرده، چندین سال طول بکشه و این باعث اضطراب طفل شود که خب اگر یک مسافرتی صورت بگیره، اگر یک جای دعوت شود و این طفل دوچاری اضطراب شود. درست. که ما یک نمونه داشتیم، یک طفل از مسافرت رفتن بسیار نگران بود. به شدت نگران بود، چرا که میگفت اگر مادرم بره و بر نگرده، چرا که همچین اتفاق برای یک از عزیزانشون افتاده بود که در سفری رفته بود و یک حادثه رخ داده بود و دیگه بر نگشته بود. خانم حسینی، علائم و عوامل از اون که شما حالا بیان میکنین، عوامل از اون فکر میکنم هنوز باقی هست، درست؟ بله، بله. بعد از یک وقفه و میان برنامه ادامه از اون برای عزیزان ما بازگو کنیم که یک میان برنامه و وقفه هم داشته باشیم. از حضور گرم شما خانواده های عزیز و فامیل های محترم و هموطنان عزیزم، از خدای بزرگ برای یک یکتان بهترین لحظات را آرزومند هستم و اگر بخوایم زندگی و لحظات عمر ما همیشه خوب باشه و موفق و خوشبخت باشیم، باید بسیاری از موضوعات زندگی و مهارت های زندگی را ما متوجه باشیم و آگاه شویم. همین استرس و استراب در زندگی که وجود دارد، توی این زندگی که پر از تشویش و فراز و نشیب هست، مطمئنن استراب و استرس های هم وجود دارد که باید بیاییم اونها را نادیده نگیریم و با او آگاهی، با آگاه مندانه به اون نگاه کنیم و توجه داشته باشیم که اگر که با اونها نگاه کنیم و توجه کنیم و تفکر کنیم، مطمئنن میتونیم به خوبی از عبور کنیم از آنها و زندگی ما سرشار از خوبی ها و خوشی ها خواهد شد. حالا میایم در رابطه با اضطراب جدایی در کودکان ما صحبت میکنیم امروز و بسیاری از علائم را هم خانم حسینی بیان کردن و در ادامه صحبت هستیم با ادامه علائم. بله، علائمش، خب عواملش بود، عواملش تمامش. بله، خب پس یکیش ای بود که مهاجرت، ترک از خانه برای یک از عزیزانشون ممکنه اتفاق بیفته و گاهی هم فضای خود خانواده مثل دیدن فیلم های بسیار ترسناک، گفتن داستان های از جن و پری و داستان های بسیار وحشت انگیز که گاهی خانواده ها شاید سر ذوق بیان که این بحث ها را بزرگا لذت ببره، اما برای اطفال ممکنه ایجاد ترس و رعب بکنه. و ای که رفتن به مکتب، رفتن به کودکستان به هر حال یک مرحله زمانی صورت میگیره که از خانواده و از والدینش جدا شوه، خب ممکنه 4 ساعت باشه، 6 ساعت طول بکشه این زمان و این هم باعث استراب، نگرانی و بیقراری اطفال ما میشه. و نشانه ها و علائمش، هم علائم روانی داریم هم عوامل جسمی. علائم جسمیش ایست که
طفل من همیشه دلدرد داره، سردرد داره، حالت تهوع داره، استفراغ داره، حتی گاهی بسیار بیتاب میشه، برافروختگی چهره هم حتی داره، گاهی ضربان قلبش هم بسیار تپش داره و ای که از عوامل روانیش دچار افسرده خویی هم میشه ای اطفال، گاهی هم برک دچار خشم، پرخاشگری، عصبانیتی بیش از حد و ای که بسیار جنجال بپا بکنه، ای که بسیار بهانه گیر شوه، لجبازی بکنه، امتناع بکنه از رفتن به مکتب و کودکستان و ای که بسیار چسبیده به مادر یا والدین و یا پرستار خودش است، به طوری که خب بسیار دغدغه شده برای والدینی که خب اگر مادر شاغل باشه این اتفاق گاهی بیشتر اتفاق میفته. مادران که شاغل هستن خب ممکن اطفال خود در کودکستان برای نگهدار بذاره یا پیش مادرشان یا به هر حال یک پرستار را برای ای بگیری، هم باعث عواملش میشه، بله هم یک از عوامل استراب میشه و هم ای که او بی‌اعتمادی طفل ها بیشتر میشه و ای که به هیچ چیز اعتماد نداره، احساس ناامنی بسیار شدید داره، احساس ترس دارن و نگرانی. وقتی از یه اطفال میپرسیم که خود چرا به مادر خود اینقدر میچسبی، چرا به پدر خود بذار که سر کار بره، به مکتبش بره، به امور زندگی خود برسه، میگه من نگران هستم. وقتی از طفل میپرسیم میگه شاید دیگه بر نگرده، شاید بره گم شوه، شاید براش یک اتفاقی بیفته، گاهی هم بسیار حوادث ناگوار در ذهن خود حالت نقشه کشی داره. خب ممکنه میگه اگر مادر من به بازار بره تصادف بکنم، ممکنه مورد خشونت کسی قرار بگیرم، ممکنه مادرم به قتل برسه و بسیار افکار پریشان و نگرانی داره که این افکار باعث میشه در خوابش، در خوراکش بسیار تاثیرگذار باشه. کابوس های وحشتناک و شبانه ای اطفال داره، خواب بسیار ناآرام داره، در خواب هم بیقراره، هم خوب نمیخوابه، هم اگر بسیار بدخوابی داره. بله. و حتی اطفالی بودن که در خواب با گریه از خواب بیدار میشدن. وقتی که مادر میپرسه میگه که من خواب ترسناک دیدم، من خواب دیدم که مثلا یک از والدین میگه خب من خواب دیدم مادر تو مردی، من خواب قبرستان دیدم، من خواب جنازه دیدم. بله. پس این عوامل روحی و روانی را این اطفال بسیار تجربه میکنه و این باعث میشه که گاهی چندین نوع اختلال با هم درگیر شود، ممکن دچار استراب فراگیر شود، دچار استراب اجتماعی شود، دچار گوشیگیری شود و حتی گاهی دچار اختلال پارانوید یا بدگمانی شود. فکر بکنه دنیا جای ناامنی هست، آدم ها بسیار آدم های ناایمنی هستند و اتفاق و بلاها را سر والدین یا مراقب من میارن که من تنها باشم در این دنیا. بله. حالا مثلا این علائمی که شما گفتید چقدر شبیه هم هستن در بسیار مواقع؟ در بسیار موارد بسیار شبیه هم هست. مثلا نامی که بگید که بله، دل درد داره، احساس حالت تهوع داره، سردرد است. خب معمولا در بسیاری از امراض، حالا چی بگویم، امراض جسمی چی روحی، این قسم علائم دیده میشه. بله بله. حالا خب یک علائم خاصی هم در این وجود داره که والدین ما خوشحال مثلا طفلشان گرفتاری گپ است. حالا یک مدتی است که دلدرد است یا سردرد است یا حالت تهوع داره، حالا خب فکر میکنن که این چه قسم مثال نکنه طفل ما مثلا گرفتاری موضوع شده، این چه قسم خب در این مورد؟ بازم عوامل علائم جسمی خصوصا که دلدرد باشه، سردرد باشه، خب این را هم ما اول این برچسب نمیزنیم که طفل ما دچار یک اختلال، میگیم حتما باید یک چکاپ پزشکی شوه. ممکنه طفل من مشکل معده داشته باشه، ممکنه طفل من مشکل روده‌ای داشته باشه، ممکنه یک انگلی وارد بدنش شده باشه. اگر چکاپ پزشکی صحت سلامتش را تایید کرد، بعد ما مشکوک میشیم که ممکنه یکی از علائم اختلال داشته باشه که به قول شما علائم اختلال استرابی بسیار گسترده است عواملش، که باز هم ای تشخیصش قطعا والدین شاید نتونه تشخیص بده که خب این استراب فراگیر است یا استراب جدایی است. اما استراب جدایی نشانه بارزی که داره با توجه به همه علائم هایی که ممکنه شبیه هم باشه، این جدایی ترس و نگرانی از ای داره که یکی عزیزان خود از دست بده، ممکنه مادر بمیره، ممکنه مادر برای همیشه بره بر نگرده، ممکنه برای پدر یک اتفاقی بیفته و ممکنه که من و از رفتن به مکتب
مکتب و کودکستان و از ای که با همسالان خود وارد بازی شود، وارد ای که داخل کوچه بره، ترس و نگرانی بسیار داره. ای نشانش همی ترس هست، ترس بله. ای که ممکنه یک عزیز خود به زودی از دست بده، بله، که ممکنه در استراب های دیگه خود ای ترس نداشته باشه که والدین خود از دست بیا، ممکنه اتفاق برایشون بیافته. خب پس این علائم و عواملی که شما بیان کردین استراب جدایی از کودکان، بله، هست. استراب جدایی از کودکان که بازم خاص بیان میکنیم، بله، چرا، بله، که تداخل نکنه با سایر، بله، علائم و عوامل دیگر که گاهی، بله، بسیار شبیه هم است و برای تشخیصش هم گاهی والدین شاید دچار خطا شود و قطعا ما این انتظار نداریم که والدین ما تشخیص بدن. والدین ما همی که آگاهی داشته باشه، همی که طفل خودشون را هر روز مورد ارزیابی قرار بده که طفل ما با دیشب با دیروز با یک ساعته بعد چه فرقی کرده. گاهی میبینیم که مثل همی که من میگم رشد کودک خودم متوجه میشیم که امروز دقیقا قد کشیده ای ما بسیار کودک ما وزنش افزایش پیدا کرده، پس به عوامل روحی و روانی طفل خود هم توجه و دقت داشته باشیم و حتما با در نظر گرفتن کسانی که متخصص ای امر هست، متخصصینش خب متخصصین سلامت روان و بهداشت بالینی هست، روانشناس هست و روانپزشک، بله، که با توجه به علائمی که والدین و مراقبین میبینن و او گزارش کتبی آلا یا حضوری را به عرض او بزرگواران میرسانه و آنها هم طی چندین جلسه مصاحبه بالانی تشخیص و یک سری سوالات تخصصی که از والدین داره بررسی میکنه و بعد هم او تشخیص نهایی را صادر میکنه که ممکنه گاهی گفتیم هیچ اختلالی نداشته باشه، یک امر طبیعی باشه، یک عواملی با اجتماع میگم اختلاف و جنگ خانوادگی ممکنه پدر و مادر بسیار با هم اختلاف داشته باشه و همیشه گبه جدای بزنن و ای که بگه که خب ما میخوام از هم جدا شیم و این استراب در طفل ما وارد کرده باشه و اگر ای به صلح و دوستی و محبت من میگم انجام شد و کانون خانواده از هم نپاشید، میبینیم که بعد از مدتی که ای امر خوابید، بله، طفل ما هم استرابش برطرف شد و نشانه دیگری نداشته باشه. پس ما همیشه برای یک چیزی چیزی رو قطعی اصلا من میگم وجود نداره در دنیا، همیشه یک احتمال ای که تغییر بکنه، احتمال ای چیزی 100% وجود نداره. پس میتونه که موقتی و زود گذر باشه؟ بله، میتونه موقتی باشه با توجه به شرایط خانواده. گاهی والدین بسیار آگاه و اندیشمندی داریم که خب با کوچکترین نشانه او احساس مسئولیت دارن که پرسش بکنن و کودک خود مورد ارزیابی قرار بدن و او علائم اولیه را برطرف بکنه که مدتش هم اگر بزرگسال دچار اضطراب جدایی شود حداقل 6 ماه زمان نیاز هست که ما به او بگیم که شما دچار اختلال جدایی شدین. برای اطفال 4 هفته تا 1 ماه، یک ماه از این قضیه بگذره. گاهی خب بازم با چند گروه از والدین داریم، والدین که بسیار بسیار حساس هستند، کوچکترین اثر و نشانه که شاید جز شیطنت اطفال ما باشه، جز خوی و خصلت کودکانه باشه، من میگم 1 هفته 3 روز گذشته این تکرار شده و والدین نگرانه که طفل ما حتما دچار اختلالی قرار گرفته. ما میگیم نه، حداقل باید این علائم و این نشانه ها یک ماه تا 4 هفته وجود داشته باشه تا این نگرانی را به ما بده که طفل ما ممکنه دچار یک اختلال شده باشه. بله، بسیار خوب. پس والدین عزیز ما، حالا شاید ما اگر بیایم نسبت به خانواده بسنجیم، بسیاری از والدین بسیار حساس هستند نسبت، بله، به کودکان خودشان، رفتارهای کودکانشان و همه قسم که نسبت به سلامت جسمی اونها توجه داره، به سلامت روحیشان هم بسیار توجه دارن و این بسیار بسیار جز وظایف اصلی والدین، بله، هست که حتما باید به مسائل روحی کودکان خودشان بسیار توجه داشته باشن. حتی من فکر میکنم خانم حسینی از جسم روح رو باید بیشتر در نظر بگیرن، رو باور کنین روح یه عقیده من هست. من میگم روح انسان خیلی جسم و از لحاظ جسمی، خوراک، مسکن، نیازهای اولیه‌ای که
خب مطرح هست قطعا. من میگم هیچ طفلی گرسنه نمیمانه، حداقل بله کمترین خوراکی نصیب او خواهد شد. و ای که بهداشت روح و روان خیلی مهم است و متاسفانه بسیار همیشه بسیار نادیده گرفته شده همیشه این نادیده موضوع در گرفته همیشه. خب خانواده ها. والدین تمام تلاشش، زحمات پدر مادرای عزیز و بزرگوار ایست که ما بسیار زحمت میکشیم از لحاظ اقتصادی بله. تا اولاد و خانواده ما در آسایش باشه، اما به بهداشت روان و روان سلامت توجه روان نمیکنیم. که مهمتر این مسئله و بسیار بسیار حیاتی است با توجه به بله. زندگی امروز گاهی نادیده گرفته میشه. بله انشالله که هموطنان خوب ما و فامیل های عزیز نادیده نگیرن این موضوعی که بسیار اهمیت داره، سلامت روح و روان کودکان و همچنین همه اعضای خانواده. همراه ما باشین بعد از یک میان برنامه و وقفه. عزیزان بیننده، صحبت های زیادی در رابطه با اضطراب جدایی در کودکان با شما عزیزان داشتیم، تعریف کردیم، عوامل از او را بیان کردیم، علائم از او را هم خانم حسینی عزیز گفتن و حال بیایم ببینیم که خب چه باید بکنیم که بتانیم این اضطراب جدایی در کودکان را پیشگیری کنیم، درمان کنیم و انشالله که کودکانی داشته باشیم که از سلامت جسمی و روحی برخوردار باشند. خب خانم حسینی، حالا چی باید بکنیم؟ چه راه درمانی وجود داره؟ اگر خدای نکرده کودکی در خانواده باشه که گرفتار این موضوع باشه و یک اضطراب خاص در جدایی داشته باشه از والدین خودشان، چی باید بکنند؟ والدین چی باید بکنند؟ حالا در مرحله اول حتما خانواده مد نظر هست در درجه اول، بله، چرا که خب ما همیشه خانواده و پدر و مادر در رأس هستند، چه در تربیت چه در بسیاری از مسائل دیگه، و بعد از او حتما جامعه هم میتونن تاثیرگذار باشن. حالا جامعه مقصد ما هم کودکستان و مکتب و معلمین، حتی افرادی که در جامعه هستن. بله خب کودک ما دچار اختلال اضطراب جدایی است. خب گاهی والدین بیش از حد نگران میشن. من این توصیه رو دارم که والدین نگرانی خودشون رو کمتر بکنه، به جای او به آرامش، به آگاهی، به دانش، به مشاوره و تجربه دیگران نیاز پیدا میکنه قطعا. و ای که گفتیم فضای خانواده باید یک فضای بسیار امن، بسیار پر از عشق و آرامش باشه. من میگم اگر کانون خانواده یک کانون درستی باشه، والدین یک والدینی باشن که احترام هم را نگه می‌دارن، بله. عزت نفس همدیگر را حفظ می‌کنن، دارای اعتماد به نفس و دارای مهارت‌های زندگی پیشرفته هست و فرزند پروری درست در تربیت اولادایشان داره. وقتی این فضا امن باشه، طفل ما که وارد این فضایی که پر از امنیت، پر از عشق، پر از آرامش و من میگم دلشون قرص میشه که خب ما یک سایبانی داریم که بسیار امن، یک مراقبان و محافظانی داریم، بله. که در مواقع خطر، در مواقع نگرانی، در مواقع حتی گرسنگی و بیپناهی پناهگاه امن است. اگر این شرایط باشه قطعا ما هیچ طفلی نخواهیم داشت که دچار هیچ نوع اختلال روحی روانی شود. اما گاهی خب این فضا اگر نباشه، بسیار کم باشه یا کم توجه باشه،
خواهی آسیب بسیار خودش نشان میده و عوارض درسته و بله پیامدهای بسیار بدی هم برای فرد داره که یک فردی مضطرب، یک فردی دارای اختلال و هم برای خانواده که باعث نگرانی، باعث هزینه، باعث جگرخونی و هم برای اجتماع و جامعه ای که نیاز به یک نیروی سالم کاری، شغلی و تحصیلی داره برای آبادسازی. پس خانواده بسیار مهم است که دانش خودشون بالا ببرن و عزت نفس اطفال خودشون حفظ بکنن. من میگم قبل از اینکه ما به درمان فکر بکنیم، باید به پیشگیری فکر بکنیم. اگر والدینی آگاه و هدفمند باشه از این که اگر ما اولاد داشتم چگونه با او رفتار بکنم، خب قطعا طبیعی است که شرایط جسمی اطفال همیشه در نظر گرفته میشه که تداوی پزشکی بکنن که مکان و سرپناهی داشته باشه، تغذیه مناسبی داشته باشه. قطعا به بهداشت روحی و روانی اطفال هم که بسیار موجودات لطیف و حساسی هستن توجه بشه، خب نیاز به درمان پیدا نمیکنه. اما اگر همه این ها را در نظر گرفته نشوه و ای فضا وجود داشته باشه، نقش والدین چیست؟ نقش والدین ایست که خودشون از به خودشون برسه. من ای رو میگم که اگر ما میخوایم طفلی را برای درمانش اقدام بکنیم، میگیم خانواده درمانی. چرا که اگر ما 20 جلسه یک کودکی را که دچار اضطراب جدایی است جلسات فردی برای این طفل بذارم، شاید این طفل همو لحظه او مهارت کسب بکنه، اما برمیگرده به همون محیط، برمیگرده به همون والدینی که مضطربن، والدینی که نگرانن. پس حتما والدین خودشون، من میگم خودشون را درمان بکنن. گاهی من وقتی با والدین این رقم گپ بزنم شاید ناراحت شوم. من میگم بچه شما بچه سالم و نرمالی هست، منتها تو یک محیطی بسیار ناامن قرار گرفت. خود شما مادر افسرده ای، خود شما دچار اضطراب هستی، پس یک نیاز درمان به خودت، به خودت. من میگم اگر یک مادر و پدری شاداب، سالم و بهداشت روان سالم داشته باشه، قطعا او رفتار هم با اولادای خوب داره. پس یکی خانم حسینی، حالا در این مشکلات زندگی که هموطنان ما هست و دارن، ما نمیتونیم نادیده بگیریم گپاره، بخاطر از اینکه اکثر خانواده و فامیل های ما خب به خاطر ناامنی هایی که در کشور هست و مسائلی که وجود داره، خب بسیار خانواده ها شاید امیالا می برشان گفته شود در ذهن خود و حتی به زبان بیارن، بگوین که خب ما خوش داریم که آرامش داشته باشیم، خوش باشیم، ولی خب اینقدر سختی ها و مشکلات زندگی زیاد است که اجازه نمیده که ما آرامش روحی و روانی داشته باشیم و این آرامش را به اعضای خانواده خود ما، کودکان خود ما هم هدیه بدیم و داشته باشیم. خب در این قسمت چی بر از اینا، چی ترفند و چی موضوعی را بیان میکنید؟ خب قطعا این موضوع بسیار روشن است. وقتی که فضای زندگی یک فضایی است که از هر لحاظ دچار کمبود، محدودیت از لحاظ اقتصادی وجود داره، خجای انکار یا منکر شدن نیست. اما من میگم که اگر شما نگران باشی، اگر شما مضطرب باشی، اگر شما تشویش داشته باشی، جگرخونی داشته باشی، چند درصد از این مسائل میتونی حل کنی؟ من میگم اگر شما با این روش تانستین مسائل اقتصادی و مشکلاتی که در زندگی وجود داره حل بکنید، پس به ما هم یاد بدید که ما چگونه نگران یعنی باشه و استرس با جگرخونی و با نگرانی و با تشویش و نمیفهم چی کنم و چی کنم، و مشکلات حل نمیشه. حل نمیشه. پس زیادترش نکنیم. پس زیادترش نکنیم. اگر حل میشه که خب من میگم به دیگران هم آموزش بدی که من امروز 50% بسیار قصه خوردم، بسیار ناراحتی کشیدم، بسیار عصبانی بودم و نیمی از مشکلات من حل شده. قطعا نمیشه و او شرایط هیچ تغییر نمیکنه. مشکلات سر جای خودش، مشکلات به جسم و روح و روان و خانواده و طفل موارد شده. پس من میگم او آرامش درونی که از همون کسب مهارت های زندگی، اگر والدین ما، اگر یک انسانی بلد باشه که حل مسئله بکنه، بلد باشه که حل بحران بکنه، یاد داشته باشه که چگونه اعتماد به نفس داشته باشه در شرایط سخت، چگونه عزت نفس داشته باشه که من بسیار ارزشمندم، من قرار نیست در مشکلات، در شرایط بسیار خطرناک یا بسیار آسیبزا به خود، به جسم، به روح و روان خود آسیب بزنم، چرا که من یک موجود ارزشمند هستم.
پس میگیم آرامش خدا داشته باشه و ای که توکل به خدا داشته باشه، که قطعا مردم ما هم توکل به خدا دارن، هم امید به زندگی دارن. اگر ما این دو مقوله رو، من میگم اگر توکل به خدا داشته باشیم که این مشکلات و این مسائل با توکل بر خدا بر من آسان میشه، شاید حل نشه ولی آسان شه، و خداوند راههایی رو پیش پای من بگذاره که من بتونم این مشکلات کم بکنم. و قطعا باید قوی باشه، بله. قطعا باید مسلط بر امور باشه، کنترل داشته باشم، مسائل باشیم. بله باشم، بله. و امید داشته باشیم که حتما یک جای یک نور و روشنایی خواهد دمید. اگر این مراحل ما داشته باشم، خب قطعا میتونم به اطفال خود بیشتر توجه داشته باشم. و ای که گاهی مراقبان و معلمان که همین شما گفتین در اجتماع هم، خب طفل ما شرط خانوادی نابسامانی داره، این طفل نصف روز خود در مکتب یا کودکستان میگذرانه، بله. وظیفه جامعه که شما گفتین میشه معلمان، بله. میشه پرستاران، میشه، بله. کسانی که در زمینه تربیت و آموزش اطفال ما نقش دارد. و معلمان هم باید به غیر از این که به درس، به شیوه یادگیری طفل توجه میکنن، به رشد روح و روان اطفال ما توجه داشته، بله. باشه. و این که تعامل والدین و تعامل معلمان بسیار مهمه. به هر حال یک سری نشانه ها را معلم گزارش میده به والدین، خب طفل شما در یک سر بسیار خوب بده، چرا تغییر کرده، چرا مثلا ناکام شده این مزنون ها، بله. و خانواده را در جریان این میذاره و حتما هم فکری صورت میگیره برای رفع اضطراب و اختلال جدایی. و ای که گاهی این تمرین باید شوه، بله. طفل ما صنف اول میره، خب روز اول بسیار جنجال داره که من نمیرم، اگر من میرم باید مادر حتما همراه ما باشه. کلاس اولی های ما شاهد قضیه هستن که، بله. مادرها و پدرها چسبیده هستن و طفلشون، بله. طفل بسیار گریه میکنه که من نمیرم. صنف اول دارن این موضوع رو دیدن، این موضوع رو دیدن که طفل کردن. دست مادر خود گرفته، همین که میخواد وارد صنف شوه کودک بسیار گریه میکنه، بسیار بیقراری میکنه. حتی ما اطفال رو دیدیم که قش میکردن به خاطر ای که میگفت مادر نره، مادر حتما باید سر صندلی ما بشینه، حتما باید دم در باشه، حتما باید حضور داشته باشه و این طفل خود ببینه اون طفل که مادر من نرفته. برای این هم تمرینش ایست که خب روز اول واقعا او استراب وجود داره و ای که درک بکنیم او طفل خود. گاهی والدین ما سرزنش میکنه، تمسخر میکنه، میگه خود تو کلان شدی، تو مرد شدی، دیگه یک دختر بزرگیست، این مسخره‌بازی ها چیست؟ و این سرزنش ها و این توهین ها این شرایط بدتر میکنه. بلکه طفل خود درک بکنیم، میگیم درسته تو بسیار مضطرب هستی، خب من امروز با تو میام در مکتبت میشنم ولی اجازه ندارم سر کلاس باشم. گاهی، بله. ما برای ای که ای استراب بسیار شدیده، ممکنه آسیب بیشتر شوه، ما به معلمان و مدارس توصیه میکنیم که برای این مورد حتما در مکتب و در صنف باز باشه و مادر حضور داشته باشه. گاهی مادر ما توصیه میکنیم که کیف خود، چادر خود در کنار طفل بمانه، بگه خب ببین چادر من باشه، مثلا یک وسیله که، بله. با مادر همراه کنار تو باشه، من در حیات هستم تا زنگ تفریح شود، تا تو خلاصی، من امروز خانه نمیرم. کم کم این فاصله یک ماه دو ماه اگر باشه، من میگم این زحمت والدین باید به دوش بکشن که همراه کودکشون در کودکستان یا مکتب برن، در حیات باشن، کم کم این جدایی را بیشتر بکنه، بگه خب من یک ماه با تو آمدم، خب آل تو امروز باید با یک از دوستا و همسنفی های خود به مکتب بریم. یعنی به تدریج و کم تدریج کم اون استراب و استرس کاهش بدیم، بله. تا تجربه بکنه که همیشه. و ای که گاهی والدین ما سر حرف و قولشان باشه، مادر گاهی بسیار پنهانکاری میکنه، میگه خب تو خانه باش، من یک ساعت دیگه برمیگردم. و واقعا اطفال بسیار دقیق هستن و ای که خودشون یک حرفی رو میزنه، من میگم صداقت اطفال بسیار، بله. قابل ستایشه. یک ساعت میشه، سر یک ساعت مادر برگرده، من میگم اگر یک ساعت شوه، یک و نیم ساعت، او عدم اعتماد به وجود میاره و این باعث میشه که این استراب بیشتر شوه و این والده و این کودک بسیار نگران میشه که اگر رفت نیم ساعت دیرتر میاد. بله، خب تشکر خانم حسینی، وقت برنامه خلاص شده، مجبوریم با شما خدافیزی کنیم و سپاسگزار هستیم از حضور گرم خانم حسینی عزیز و شما عزیزان بیننده.
بهترین ها را برای همه شما عزیزان خواهان هستیم. موفق، پیروز و خوشبخت باشید. خدا نگهدار. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم.